به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر محمد رضا کیوانپور و همینطور دوستان عزیزی که در این جلسه حضور دارند. موضوع ارائه ما ADD هست و ما برای اینکه این موضوع رو توضیح بدیم ناچار شدیم یه مقدار برگردیم عقب و یه سری مراحل رو قبل از اینکه ADD یعنی طراحی کیفیت محور یا طراحی مبتنی بر ویژگی رو توضیح بدیم، مجبور شدیم یه مقدار عقب بریم و یه سری چیزهای دیگر توضیح بدیم. در ابتدا من یه مقدمه درباره طراحی و همینطور معماری نرم افزار خدمتون ارائه میدم، بعد چرخه حیات نرم افزار، تعریف طراحی نرم افزار و همینطور تعریف معماری نرم افزار رو خدمتون میگم و همینطور هم تفاوت طراحی نرم افزار با معماری نرم افزار رو. در ادامه دوستان همگروهی من اصول طراحی معماری نرم افزار، مثالی برای اون و همینطور پیش نیازهاش، صفات کیفی و انتخاب الگوی معماری و اینکه ADD اصلا چی هست رو خدمتون میگم و در آخر هم مزایا، معایب، اینکه ADD چجوری انجام میشه، ورودی خروجی هاش چی هست، مراحل انجامش به چه شکل هست و همینطور چند تا جدول مقایسه برای تاثیر صفات کیفی توی معماری ها و همینطور مقایسه ویژگی های هر سبک و مزایا معایبش رو دوستان خدمتون میگم. اما در ابتدا من با یه مقدمه میخوام شروع بکنم. با گسترش روزافزون استفاده از مدل‌های فرآیند مبتنی بر معماری، طراحی معماری نرم‌افزار خیلی پراهمیت شده. یه طراحی معماری خوب طراحی که نیازهای کیفی مورد انتظار مشتری رو برآورده کنه. اما معماری نرم‌افزار بخش اصلی نرم‌افزار رو میاد تو قالب مؤلفه‌ها یا همون کامپوننت‌ها شناسایی می‌کنه، اما به اجزای درونی و ساختمان داده‌های اون کامپوننت‌ها نمی‌پردازه. معماری نرم‌افزار نگاه انتزاعی و از بالا به سیستم داره. در واقع اینجوری می‌تونیم بگیم که معمار نرم‌افزار نه تنها رابطه بین ساختار و رفتار مؤلفه‌ها رو نشون میده، بلکه دیدگاه‌های مختلفی از سیستم نرم‌افزاری مثل کارایی، قابلیت اطمینان، قابلیت استفاده مجدد اینا رو هم ارائه میده و درک سیستم رو آسون میکنه. اگه معماری نرم افزار مناسب نیاز کاربر اون سیستم نباشه، کیفیت اون نرم افزار پایین میاد. و برای اینکه قبل از پیاده سازی معماری نرم افزار ما بتونیم رفتار نرم افزار ساخته شده رو ارزیابی پیش بینی کنیم، باید به تحلیل اون معماری بپردازیم. میدونیم که امروز صنعت نرم افزار داره به شدت رشد میکنه. هر اندازه پیچیدگی نرم افزار افزایش پیدا میکنه، کیفیتش هم بیشتر مورد توجه قرار میگیره. و از اونجایی هم که کیفیت نرم افزار متأثر از ویژگی های کیفیشه، این ویژگی ها عامل مهمی در انتخاب یک معماری مناسب برای یک نرم افزار هستن. یه معمار نرم افزار ممکنه معماری های مختلفی رو برای یه نرم افزار ارائه بده، اما سوال اینه که خب با توجه به ویژگی های کیفی که کاربرا در نظرشون دارن، چه روشی رو باید برای تحلیلشون انتخاب بکنه تا بتونه معماری مناسب رو از میان معماری مثلا که پیش بینی کرده و پیشنهاد داده انتخاب بکنه. بیشتر این روش ها مبتنی بر سناریوهای کیفی هستن که به وسیله اونها اون معمار نرم افزار میاد از تجربه شخصی خودش، همینطور از نظرات کاربرا و متخصصین تو اون زمینه استفاده میکنه و میزان ارضا نیازهای کیفی رو به وسیله معماری نرم افزار بررسی میکنه و درباره مناسب بودن اون معماری تصمیم میگیره. اما برای اینکه جلوگیری بشه از زیان‌های ناشی از هدر رفتن هزینه و زمان، که به خاطر اینکه ما مثلا یه معماری نادرستی رو انتخاب می‌کنیم اتفاق می‌افته، پیش میاد، باید یک توصیف رسمی از معماری و تحلیلش قبل از پیاده‌سازی نرم افزار داشته باشیم. اما موضوع بعدی چرخه حیات نرم افزار هست. ما برای اینکه درک بهتری از معماری نرم افزار و روش‌هاش داشته باشیم، بهتر یه حضور ذهنی داشته باشیم از چرخه حیات تولید نرم افزار. چرخه حیات تولید نرم افزار یه روندی که در تولید یا پروژه یا تجدید طراحی نرم افزار توی سازمان دنبال میشه. این روند
میاد کلی عملیاتی که مثل اینکه چجوری تولید میشه، نگهداری میشه، جایگزین میشه یا تغییر پیدا میکنه یا حتی از لحاظ کیفی بهبود پیدا میکنه، اون نرم افزار رو در بر میگیره. در واقع چرخه حیات نرم افزار یه چارچوبه که میاد هر عملیاتی که در هر مرحله از تولید داره انجام میشه رو تعریف میکنه. شما توی تصویر مراحل چرخه حیات نرم افزار رو میبینید که معلوم به طور مختصر هر کدوم روی توضیح خدمتون میدم. اول مرحله که شما در تصویر میبینید مرحله امکان سنجی هست. توی این مرحله چه اتفاقی میافته؟ ما میاییم یه دونه مطالعه امکان سنجی انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی ما میاییم پروژمون رو از لحاظ عملی ارزیابی میکنیم، اون پروژمون رو یا سیستممون رو. یعنی اینکه مطالعه امکان سنجی میاد به مدیریت شرکت یه اطلاعات مهم میده که باعث میشه که شرکتش کورکورانه وارد شغلای پرخطر، وارد پروژه های پرخطر برای اون شرکت نرم افزاری نشه. مشتری به ما تو این قسمت یه RFP میده، یعنی یه درخواست برای پروپوزال میده به ما که تو اون درخواستش نیازمندی های خودش رو میگه و ممکنه هم یه سری محدودیت‌های فنی توش قرار بده که مثلا فرض کنید میخواد نرم افزارش تحت فلان سیستم عامل مثلا حتما اجرا بشه، محدودیت‌هاش رو مشخص میکنه میده به ما که ما نگاه میکنیم، به ما و چند شرکت دیگه میده ببینیم که آیا این از نظر ما شدنی هست یا نه. ما میایم اینو بررسی میکنیم، مثلا از لحاظ هزینه، از لحاظ زمان، از لحاظ اینکه تکنولوژی که وجود داره، از لحاظ امکانات که خودمون داریم، اینا رو بررسی میکنیم ببینیم آیا اصلا این پروژه برای ما قابل انجام هست یا نه. پس ما میایم تجزیه و تحلیل میکنیم که ببینیم که میتونیم نرم افزاری رو تولید کنیم که برای کلیه نیازهای این کاربر رو محقق کنه یا نه، یا اینکه نه اصلا این نرم افزار از نظر ما غیر مفید هست برای ما و یا برای اون شرکت. اگه این پروژه از نظر مالی، عملی و فناوری امکان پذیر باشه که خب ما اونو بتونیم عملیاتی بکنیم که خب قبول میکنیم، و اگه نه از مثلا از لحاظ هزینه چیزی که ما برآورد میکنیم با چیزی که اون شرکت مد نظرش هست فرق میکنه خب ما ردش میکنیم، یا از لحاظ هر چیز دیگه مثلا گفتم مثلا از لحاظ زمانی، تکنولوژی، امکانات خودمون. همینطور یه سری الگوریتم هم وجود داره که به توسعه دهنده کمک میکنه که امکان سنجی رو برای هر پروژه نرم افزاری انجام بدن. اما مرحله بعدی مرحله تحلیل سیستم هست. تو این مرحله ما میایم اون نیازمندی ها رو توصیف و تحلیل میکنیم، یعنی شناساییشون میکنیم. یعنی در واقع ما تو این مرحله میخوایم ببینیم که مشتری از ما چی میخواد. پس تو قسمت تحلیل سیستم ما دنبال این هستیم که بفهمیم مشتری از ما چی میخواد، که البته خیلی هم پیچیده است چون باید گام به گام با جزئیات مشخص بشه که قرار چی کار بکنیم. ما میتونیم برای اینکه بفهمیم دقیقا اون شرکت از ما چی میخواد بیایم پرسشنامه بهش بدیم، مصاحبه بکنیم، بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم و فهمیدیم که اون چه چیزی از ما میخواد، حالا باید مشخص کنیم که چجوری قرار مستعدسازی بکنیم. ما تو این مرحله با اصطلاحی آشنا شدیم به اسم نیازمندی ها. نیازمندی ها یه رشته تو مهندسی نرم افزاره که میاد چکار میکنه به نیازهای ذی‌نفعان که توی اون نرم افزار دخیل هستن میپردازه. نیازمندی ها به دو دسته تقسیم میشن، دسته کیفی مثلا امنیت یا کارایی یا قابلیت اطمینان که کاملا قابل اندازه گیری نیستن. یعنی ما مثلا نمیتونیم بگیم که امنیت مثلا فرض کنید توی نرم افزار من 100% داره اجرا میشه و محقق شده، ولی دست دوم نیازمندی های عملیاتی هستن. مثلا فرض کنید از ما خواستن که حتما تو نرم افزارمون مثلا یه همچین چیزی رو قرار بدیم که حتما مثلا فرض کنید یه سری گزارش داشته باشیم برای مدیر اون شرکت یا برای مثلا بخش فنی اون شرکت. اینو میشه چک کرد که ببینیم تامین میشه یا مثلا قابل تامین شدن هست 100% یا نه.
اما مرحله بعد طراحی سیستمه. توی این مرحله ما میایم یه سری کارا مثل مثلا شکل منوها، یعنی طراحی وسط کاربر انجام میدیم، مثل شکل منوها، پنجره ها، اینجور کارا رو انجام میدیم، یا حتی مشخص کردن ماژول ها و ارتباطات بینشون. البته تو طراحی کلان ماژول ها رو ما مشخص میکنیم، یعنی در این حد که ورودیش از کجا میگیره، خروجیش رو مثلا به کجا میده، تو این حد مشخص میشه. اما تو طراحی جزئی ساختار تو درون ماژولا هم طراحی میشه، مثلا مثل فلوچارت، مثل فانکشن. مرحله بعدی پیاده سازی سیستم هست. پیاده سازی سیستم شامل دو تا مرحله اصلی، انتخاب ابزار و پیاده سازی هست. انتخاب ابزار، ببینید ما یه سری ابزار داریم، ابزار مثل زبان های برنامه‌نویسی، مثل سیستم مدیریت پایگاه داده یا DBMS. ببینید ما باید زبان های مختلف این ابزار ها رو، یعنی در اصل بشناسیم، قابلیت هاشون رو بشناسیم، خودشون رو بشناسیم و بدونیم که با توجه به نیاز پروژه‌مون الان از کدوم ابزار باید استفاده بکنیم. مثلا جایی که کارایی برام مهمه، من از کدوم زبان برنامه‌نویسی استفاده کنم، جایی که مثلا امنیت مهمه، از کدوم زبان استفاده کنم و الی آخر. اما بعد از اینکه ما ابزار پیاده سازی رو، ابزارمون رو انتخاب کردیم، میایم پیاده سازی رو انجام میدیم. پیاده سازی همون برنامه نویسی یا کدینگ هست اینجا. البته بعدش هم، بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، یه آزمون واحد هم داریم تو همین مرحله، یعنی هر تیکه از برنامه رو که نوشتیم میایم تست میکنیم ببینیم خطای زمان کامپایل نداشته باشه و اجرا بشه. بعد از اینکه این کار رو هم انجام دادیم، باید اون تیکه تیکه های برنامه رو یک پارچه کنیم و کل برنامه‌مون ایجاد بشه. مرحله بعدی مرحله تست سیستم هست، همونطور که در تصویر میبینید. تست سیستم اینجوری هست که ما میایم یه سری مواد آزمون تهیه میکنیم، که این تولید مواد آزمون هم میتونه به صورت دستی توسط مثلا یه نیروی انسانی انجام بشه، که میاد از روی اون نیازمندی ها و طراحی میاد مواد آزمون رو تولید میکنه، یا اینکه به صورت خودکار با یه سری از تکنیک های یادگیری ماشین میتونه این اتفاق بیفته. اما به هر حال ما توی مرحله اینجوری عمل میکنیم که یه سری مواد آزمون تولید میکنیم، بعد میریم روی نرم افزارمون اعمال میکنیم، چون میدونیم که در ازای هر مورد آزمونمون چه خروجی باید بگیریم. اگه نتیجه متفاوت باشه میفهمیم که برنامه‌مون خطا داره. و همونطور که میدونی یه تست کیس خوب یا همون مواد آزمون خوب اونیه که مورچه نرم افزار رو بگیره، خطاهاش رو پیدا بکنه. کسی هم که این کار رو انجام میده، یعنی مورد آزمون قرار میده و این مواد آزمون رو درست میکنه، باید متخصص باشه و تجربه نرم افزاری داشته باشه، همینطور هم به اون سیستم خاص مسلط باشه، به نیازهاش مسلط باشه، بدونه دقیقا این سیستم دنبال چی هست. مرحله بعدی مرحله اعتبار سنجی سیستم هست. ممکن یه سیستم خطا نداشته باشه ولی معتبر نباشه. یعنی چی که معتبر نباشه؟ یعنی اینکه ببینید ما تو مرحله قبلی تست میکردیم سیستم رو، یعنی چک میکردیم ببینیم سیستممون خطا داره یا نه، اما ما تو این مرحله فقط چک میکنیم ببینیم آیا نیازمندی سیستممون تأمین شده یا نه. مثلا فرض کنید از ما چیزی که خواسته بودن اون به اون نیازشون الان رسیدن بعد از اینکه ما حالا پیاده سازی کردیم، تست کردیم، حالا به اون چیزی که میخواستن رسیدن یا خیر. مرحله بعدی توزیع و نصب هست. همونطور که میدونید یعنی تحویل نسخه های برنامه به خریدار. ما چیزی رو که طبق قرارداد بین خودمون و اون خریدار و مشتری بوده بهش تحویل میدیم. و تو مرحله بعد مرحله نگهداری و پشتیبانی نرم افزار اتفاق میفته. این مرحله یه جورایی مثلا کل مراحل قبل هست، یعنی ما تمام مراحل قبل رو تو این مرحله انجام میدیم. هزینه‌ای که این مرحله داره بسیار گرون‌تر، یعنی تقریبا دو برابر هزینه مراحل قبلی هست. ما تو این پشتیبانی نرم افزار میایم اول نیازمندی‌هامون رو نگاه میکنیم، اگه لازم باشه مثلا اصلاح میکنیم، طراحی پیاده سازی رو چک میکنیم، اگه لازم باشه اصلاح میکنیم و جایگزین اون طرح و پیاده سازی شده قبلی میکنیم.
خلاصه دوباره مثلا اعتبار سنجی میکنیم، تحویل میدیم. این کار میگن خطا زدایی. پس چیزی که معمولا افراد درباره پشتیبانی نرم افزار فکر میکنن همین هست، یعنی فکر میکنن فقط خطا زدایی، در حالی که گاهی برنامه ما خطا نداره، اما محیط پیرامونی نرم افزار ما تغییر کرده. حالا ممکنه از لحاظ زیر ساخته سخت افزاری باشه، مثلا فرض کنید تحت سخت افزار خاصی کار میکردی که الان دیگه اون سخت افزار استفاده نمیشه، یا مثلا فرض کنید توی شبکه مثلا میدونید لایه 1 و 2 شبکه لایه هایی هستن که زیر ساخته سخت افزاری حساب میشن، مثلا اونا تغییر کرده، یا مثلا فرض کنید سیستم عاملی که اون نرم افزار تحتش اجرا می شده الان تغییر کرده، یا اینکه روال انجام کارها تغییر کرده. مثلا فرض کنید ما داریم توی یه دونه برنامه نوشتیم مثلا برای محیط آموزشی، فرض کنید قبلا یه به یه صورت کارها انجام می شده، الان کل قوانین تغییر کرده، یا حالا مثلا یه قسمتی از قوانین تغییر کرده و به یه صورت دیگه انجام میشه، پس ما باید بیایم دوباره این مراحل رو انجام بدیم، البته توی مقیاس خیلی کوچیک‌تر، که به این حالت میگیم انتباه. بعد حالت بعدی اینه که نرم افزار خطا نداره، چیزی هم این وسط تغییر نکرده، محیط پیرامونش تغییر نکرده، اما یه سری نیازمندی های جدید مطرح شدن. مثلا فرض کنید ما یه سری دانشجو داریم که در محیط آموزشی که یه سری شرایط خاص دارن، ما می‌خوایم اینا رو هم وارد سیستم بکنیم، پس نیازمندی های جدیدی مطرح شدن. این میشه توسعه قابلیت ها که پرهزینه ترین کارم توی مرحله پشتیبانی و نگهداری همین قسمته. گاهی هم نرم افزار دیگه یک دست نیست، دیگه به اون خوبی گذشته کار نمیکنه، شلوغ بلوغه، شاسه رفته نیست، هرچه بگذره درکش برای سیستم پشتیبانی سخت‌تر میشه، که پس ما با یه جوری از این قسمت هم جلوگیری بکنیم، یعنی نذاریم به اینجا برسه. این هم جزء مراحل پشتیبانی نرم افزار هست. اما ما اینجا تعریف طراحی نرم افزار و معماری نرم افزار رو داریم. من در جد طراحی نرم افزار رو تعریف میکنم. ببینید طراحی مثل پله که نیازمندی های تهیه شده رو به پیاده سازی وصل میکنه. نقش بسیار مهمی هم تو فرآیند تولید نرم افزار داره. یعنی اگه نرم افزاری خوب طراحی بشه، وقتی که برنامه‌نویسا دارن پیاده سازیش میکنن، دیگه درباره اون چیزی که دارن پیاده سازی میکنن سردرگم نیستن و فقط میرن به کار کد نویسیشون رو مثلا انجام میدن و کد نویسیش رو مرحله کدینگشون رو انجام میدن. طبق تعریف IEEE برای طراحی نرم افزار گفته شده که فرایند مشخص سازی معماری، مؤلفه های کامپوننت ها، واسط ها یا اینترفیس ها و دیگر خصوصیات سیستم یا مؤلفه رو طراحی میگن و به محصول این فرایند هم طراحی میگن. یعنی اگه من بخوام ساده تر بگم، هر اون چیزی که برنامه نویس از نیازمندی های نرم افزار برای پیاده سازی نرم افزار نیاز داره بهش میگن طراحی. طراحی نرم افزار معمولا شامل حل مسئله و برنامه‌ریزی برای راه حل اون نرم افزاره. اما معماری نرم افزار چیه؟ معماری نرم افزار امروز به عنوان یکی از مهمترین شاخه های مهندسی نرم افزاره و شامل رویکردهای جهت مدیریت پیچیدگی نرم افزار. معماری نرم افزار بنا به تعریف عبارت از مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده نرم افزار، اتصالات بین مؤلفه ها و رفتارهای بیرونی مؤلفه ها. همونطور که استاد فرموده بودن، تعریف معماری نرم افزار رو میتونیم اینجوری بگیم که یه سری کامپوننت داریم، یه سری مؤلفه داریم و یک سری ارتباطات یا کانکتورهایی داریم بین این مؤلفه ها و کامپوننت ها و همینطور یه سری پروتکل یا قانون و اصول داریم برای اینکه چجوری حالا این مؤلفه ها و هم دیگه وصل بشن. پس مجموعی از مؤلفه های نرم افزاری یا کامپوننت ها و همچنین اتصالات و کانکت های بین این مؤلفه ها و سیاست های حاکم بر این ارتباط رو بهش میگن معماری نرم افزار. همونطور که شما تو تصویر میبینید، یه تعریفی از IEEE همینجا ما نوشتیم که معماری نرم افزار سازماندهی اساسی یک سیستمه که شامل مؤلفه ها، ارتباط بین اونها و محیط، اصول حاکم بر طراحی معماری و تکاملشه. اما ابعاد کیفی که طراحی کلان سیستم به دنبال داره
متأثر از نحوه ترکیب مؤلفه ها و اتصالاتش. یعنی معماری میتونه عامل یا مانع دستیابی به صفات کیفی یه نرم افزار باشه. امروز ثابت شده که دستیابی به یه ویژگی کیفی وابستگی خیلی زیادی داره به اینکه ما در سطح معماری چه تصمیماتی میگیریم. یعنی مثلا اگه فاکتور کارایی برای یه سیستم مهمه، ساختار کلی نرم افزارم ارتباط بین مؤلفه ها، اون زمان سرویس دهی هر مؤلفه یا مؤلفه های موازی باید یه جوری طراحی بشه که این نیاز رو تامین بکنه. یا مثلا اگر قابلیت تغییر برای سیستم مهمه، باید به خاصیت محصورسازی مؤلفه اهمیت بدیم. حتی بعضی از خصوصیات هم که به نظر میرسه که دسترسی بهشون بی ارتباط با معماری، مثلا مثل قابلیت کاربری، امروز ثابت شد که ارتباط مستقیمی با معماری داره. به عنوان مثال طراحی مؤلفه های رفع و رجوع کننده استثناءات یا امکان مثلا لغو عملیات که در تقویت قابلیت کاربری موثرن از تصمیمات معماری به شما میرن. از سوی دیگه توصیفات معماری نرم افزار این قابلیت رو دارن که ما به کمکشون بتونیم ویژگی های کیفی نرم افزار رو پیش بینی بکنیم. ارزیابی معماری نرم افزار به دلیل اینکه امکان کشف هر نقصی رو خیلی زودتر از مرحله پیاده سازی نرم افزار به ما میده، باعث میشه که ما صرفه جویی بشه برامون در صرف هزینه های تعمیرات تو مراحل انتهایی چرخه حیات نرم افزار. از نتایج حاصل از ارزیابی معماری میتونیم از جنبه های مختلفی ما بهره ببریم. مثلا اول اینکه بعد از ارزیابی معماری ما میتونیم در خصوص توانمندی معماری در جوابگویی به نیازهای وظیفه مندی و غیر وظیفه مندیمون قضاوت کنیم. دوم اینکه مثلا اگه دو تا یا چند تا مثلا معماری کاندید داشته باشیم که میخوایم بینشون انتخاب بکنیم، میتونیم گزینه مناسب تری رو برای سیستممون انتخاب بکنیم. و سوم اینکه راهکارهایی رو هم برای اعمال تغییرات در معماری به منظور انطباق بیشترش با نیازهای سیستم آشکار میشه توی این حالت. معماری نرم افزار شاید میشه گفت جز اولین تصمیمات طراحی سیستمه. این تصمیمات زیربنای فعالیت‌های طراحی و پیاده سازی و استقرار رو نگهداری سیستمن. یعنی معماری نرم افزار اولین عنصر قابل ارزیابی تو فرایند توسعه نرم افزاره. بنابراین برای طراحی سیستمی که نیازهای کیفی مورد نظر رو برآورده میکنه، تولید معماری نرم افزار اولین گام در دستیابی به کیفیت در نرم افزار رو همینطور ارزیابی ویژگی های کیفی هست. ما تو معماری نرم افزار دنبال این هستیم که با سازماندهی وظایف به صفات کیفی برسیم، چون وظایف عملیاتی به شکل های مختلف میشه به دست آورد، چندان هم به معماری مربوط نیست. اما من میخوام یه مثالی بزنم از این که چرا معماری مهمه. یه مثالی از عدم وجود معماری توی کشتی به اسم واسا میخوام بزنم. تو سال 1620 یه جنگی بین سوئد و فنلاند در گرفت. پادشاه سوئد تصمیم میگیره که جنگ رو سریع تمومش کنه. در نتیجه میاد تصمیم میگیره که یه ناو جنگی جدید بسازه که تا حالا مثل اونو هیچکی نداشته و هیچکی ندیده. اسم این ناو جنگی ترسناکی که پادشاه برای خودش در نظر داشت، اسمش گذاشت واسا. 700 متر طول براش در نظر گرفت که قابلیت حمل بیشتر از 300 سرباز و 64 تا توپ رو توی دوتا عرشه داشته باشه. شاه بر قدرت تهاجمی این کشتی هم خیلی بسیار اصرار داشت که بتونه هر کشتی جنگی دیگه ای رو باش مورد تاخت و تاز قرار بده. اومد چکار کرد؟ اومد برای اینکه این ناو جنگی رو بسازه، معروف‌ترین سازنده کشتی رو که یه فرد دانمارکی بود به نام هنریک هایبرتسون رو استخدام کرد. این فرد قبلا کشتی بزرگی ساخته بود، اما اینجا کشتی با اون عظمت و اون چیزایی که اون پادشاه میخواست رو نساخته بود. یعنی اصلا در اون زمان عرشه‌ای که بخواد دو تا توپخونه داشته باشه کمیاب بود، اصلا تو اندازه‌های واسا هم وجود نداشت. اصلا هایبرتسون اومد مثل همه معمارا سعی کرد بین خصوصیات و اون دغدغه ها یه توازن ایجاد کنه. با خودش فکر کرد، گفت من با این ناو جنگی بسازم تو زمان کم با هزینه پایین و سرعت درخواستی پادشاه رو هم برطرف بکنم. باید قابلیت اعتماد و امنیتش رو تضمین بکنم. اما تجربه من نشون میده که مثلا یه عرشه باید توپخونه داشته باشه.
این کار از نظر معماری غیر ممکن بود، اما چون پادشاه خیلی اصرار داشت این پروژه شروع میشه و بالاخره در یعنی بعد از سالها در 10 آگوست 1628 کار ساختش به پایان میرسه. بعد از اینکه به آب میندازن این ناو جنگی رو، البته من چون جاهای مختلف این رو خوندم، بعد تو بعضی جاها نوشته شده بود که اولین شلیکش رو انجام میده، ولی بعضی جاها گفته بود همین که اصلا یه مقدار از توی آب جلو میره به دو قسمت تقسیم میشه، بیش از 150 نفر از خدمش غرق میشن. گفته میشه که واسه نامتناسب ساخته شده بود، یعنی به عبارت بهتر معماریش دارای نقص بوده. اما ویژگی های یک معماری خوب چی هست؟ معماری خوب باید یه جوری طراحی بشه که نیازمند کمترین تغییر در سطح معماری تو آینده باشه. میدونین که همطور که ما معماری رو طراحی میکنیم در بالاخره در آینده نیازمند تغییره، همونطور که مثلا فرض کنیم ما یه خونه که میسازیم یا میخریم بعد چند سال نیازمند یه سری تغییرات و بازسازی هست، اما بهتره که این تغییرات و این بازسازی ها به موارد حاشیه‌ای مربوط بشه، غیر پایه‌ای باشه. یعنی اینکه قرار نباشه من بعد از مثلا فرض کنیم بعد از 5 سال کل خونم رو مثلا بریزم دوباره درست کنم، یا کل مثلا فرض کنیم سیم کشی برقش رو تغییر بدم. بهتره که با اینکه میدونیم نیازمند تغییر هست، اما بهتره که تغییرات تو جایی باشه که از قبل جوری برنامه‌ریزی بکنیم که تغییراتش غیر پایه‌ای باشه. یه معماری خوب باید منعطف باشه و همینطور باید قابلیت تحلیل داشته باشه از جهت‌های مختلف، یعنی بیاد هم آیتم‌های نیازمندی‌های وظیفه‌ای و کیفی رو در نظر بگیره، یعنی بتونیم بفهمیم که آیا نیازهای ما رو برطرف می‌کنه یا نه. اگه از اول به این چیزا فکر بکنیم در آینده هزینه‌هامون کاهش پیدا می‌کنه. اما نشانه‌های فرعی یه معماری خوب چیه؟ اینکه باید از منابع سخت افزاری نرم افزاری خیلی خوب پشتیبانی بکنه. بعد باید تمام خطر از طرف مدیر پروژه، باید تمام خطرهای بالقوه که اون پروژه رو تهدید میکنه پیش بینی بکنه. همینطور باید نحوه این که چجوری نیازهای کاربر قرار برطرف بشه دربارش صحبت بکنه، بتونه تغییرات آتی رو، تغییراتی که در این اتفاق میفته رو مدیریت بکنه. البته ما واقعا نمیتونیم بگیم یه معماری خوبه یا بده، فقط میتونیم بگیم که اهداف ما رو به صورت کم داره برآورده میکنه یا زیاد برآورده میکنه، از لحاظ رسیدن به اهداف با توجه به اون بودجه و زمان معقول میتونیم اون رو به عنوان یه معماری خوب در نظر بگیریم. اما آخرین بحثی که من قرار انجام بدم تفاوت طراحی نرم افزار با معماری نرم افزاره. معماری نرم افزار مسئول اسکلت بندی و زیرساخت کلی نرم افزار، اما این در حالیه که طراحی نرم افزار مسئول طراحی در سطح کد هست، یعنی که مشخص میشه وظایف هر یک از ماژول ها، اسکوپ کلاس ها و اهداف هر کدوم از اون فانکشن ها چیه و ارتباط با هم دیگرشون چجوری هست، در حالی که معماری نرم افزار مسئولیت ساختار و زیرسازه یک نرم افزار رو داره. طراحی نرم افزار مسئولیت طراحی سطح کد رو داره. معماری یک سیستم نرم افزاری نقطه شروع طراحی نرم افزار هست. اگه بخوام به طور خیلی خلاصه بگم، نقطه شروع طراحی نرم افزار با انتخاب معماری یک سیستم نرم افزاری هست. وقتتون بخیر، خسته نباشید.